سلام، به کانال یوتیوب تپس خوش اومدید. ده حادثه عجیب هوایی. اتفاقات عجیب و غریب در همه جا همه کارها و شاخه‌ها وجود داره. بعضی از این اتفاقا توجیه علمی داره، اما بعضی توجیه نداره. بعضی از اونها بعد از مدت‌های طولانی علتش مشخص میشه. بعضی هم هنوز بعد از گذشت مدت‌ها مثل رازی سر به مهر باقی مونده و علتی براش پیدا نشده. در ادامه به تعدادی از حوادث هوایی که تاکنون رخ داده و در نوع خودش عجیبه میپردازیم. 1. هواپیمایی که بعد از دیدن بشقاب پرنده برای همیشه ناپدید شد. در سال 1978 یکی از عجیبترین اتفاقات صنعت هوایی جهان رقم خورد. در اکتبر این سال خلبانی به نام فردریک ولنتیک در حال پرواز بر فراز شهر ملبورن استرالیا بود که ناگهان یک شیء پرنده ناشناس در اطراف هواپیمای خودش مشاهده کرد و قاعدتا موضوع رو به برج مراقبت اطلاع داد. اما در کمال تعجب برج اعلام کرد که هیچ چیزی در صفحه رادار مشخص نیست. فردریک اعلام کرد که شیء رویت شده، اصلا شبیه هواپیما نیست و فقط در هوا معلقه. بعد از آن 17 ثانیه صداهای نامشخصی به گوش رسید و بعد تمام. سکوت مطلق برقرار شد و دیگر هیچ کس فردریک و هواپیماش رو ندید و حتی بعد از گذشت حدود 30 سال از این ماجرا هنوز هیچ جوابی برای این اتفاق پیدا نشده. البته نظراتی مبنی بر انحراف فردریک و سقوط در دریا وجود داره و دلیل پیدا نشدن لاشه هواپیما رو همین موضوع میدونن. 2. برخورد دو هواپیما. در سال 2009 میلادی یک هواپیمای مسافری در بالای جنگل‌های آمازون و در ارتفاع 11000 متری زمین در حال پرواز بود که ناگهان شیئی به آن برخورد کرد و مسافران و خدمه پرواز شوکه شدند. مسافرانی که از پنجره بیرون رو نگاه می‌کردند، تنها چیزی که می‌دیدند این بود که قسمت‌هایی از بال و دوم هواپیما از بین رفته. تلاش خلبان برای ارتباط با برج مراقبت بی‌نتیجه بود و با ناامیدی بر فراز جنگل‌های انبوه آمازون تنها به دنبال محلی برای فرود و نجات مسافران بود و عاقبت توانست چنین محلی رو پیدا کنه، یک پایگاه نظامی محرمانه که در دل جنگل قرار داشت. پس از اینکه مسافران سالم به زمین رسیدن، به دنبال جواب این سوال بودن که این اتفاق چگونه به وجود اومد. بالاخره خبری مبنی بر سقوط یک هواپیمای برزیلی با 155 مسافر به اونها رسید و جواب خودشون رو پیدا کردن. اما نکته این حادثه دلیل اینه که چرا در چنین ارتفاعی این اتفاق رخ داده. تمام مسافرین و خدمه هواپیمای برزیلی کشته شدن و هنوز هم جوابی برای اونها پیدا نشده. 3. سرقت هواپیما. یک هواپیمای بوئینگ 727 متعلق به شرکت امریکن ایرلاینز در سال 2003 میلادی به مدت یک سال در فرودگاه کواترو دو فرویرو در کشور آنگولا نگهداری می شد. شخصی به نام چارلز پادیا که یک مهندس پرواز و همینطور خلبان خصوصی بود، مسئول نگهداری از این هواپیما بود. در ماه می همان سال یعنی 2003 به طور ناگهانی موتور هواپیما روشن شد و بدون اطلاع به مرج مراقبت و کسب اجازه وارد باند شد و پرواز کرد. FBI و CIA پس از بررسی موضوع اعلام کردند که همه چیز تحت کنترله. اما هنوز هم بعد از گذشت چند سال چند پرسش در خصوص این سرقت بدون جواب مونده. اول از همه تعداد سرنشینان هواپیما و از همه مهمتر سرنوشت خود هواپیما. مسئولین آمریکایی معتقدند که این هواپیما برای مقاصد غیرقانونی مثل مواد مخدر و سلاح سرقت شده
و یا حتی برای دریافت بیمه اون. اما هنوز هیچ چیزی مشخص نیست، حتی سرنوشت هواپیما و خلبان اون. 4. قفل درهای هواپیما. شاید براتون جالب باشه که بدونین چرا درهای هواپیما به طور اتوماتیک در زمان پرواز قفل میشه. این کار توسط دستگاهی به نام کوپر وینز انجام میشه و ساخت اون هم دلیل جالبی داره. در سال 1971 مردی به نام دن کوپر یک هواپیمای بوئینگ 727 رو ربود و درخواست $200,000 بابت اون هواپیما کرد. وی پس از اخذ پول با چتر نجات از در عقب هواپیما بیرون پرید و هرگز دیده نشد. البته در خصوص هویت وی و اینکه زنده مونده یا نه هنوز هیچ چیزی مشخص نیست. اما به هر حال این اتفاق باعث ساخت این دستگاه شد که درهای هواپیما رو پس از شروع پرواز قفل میکنه. 5. پرواز استارداست. هواپیمای استارداست یک هواپیمای مسافربری بود که بین بوینوس آیرس در آرژانتین و سانتیاگو در شیلی در اوت 1947 پرواز میکرد. در این زمان و در طی یک پرواز ناگهان هواپیما ناپدید شد و این اتفاق باعث شد تا 50 سال بعد داستان‌ها و افسانه‌های متفاوتی در موردش گفته بشه. حتی داستان‌هایی در خصوص سرقت این هواپیما توسط فرازمینی‌ها گفته شد. بعد از این تنها بقایای کمی از این هواپیما در رشته کوه‌های آندوس پیدا شد و هنوز دلیل سقوط اون شبیه به یک معما مونده. 6. مسافران عجیب قسمت فرست کلاس. انجمن حمایت از حیات وحش چین در سال 2015 سه قلاده پاندا رو به باغ وحشی در هلند قرض داد. جالبه بدونین برای حمل و جابجایی این دو پاندا از هواپیما با بلیت فرست کلاس استفاده شد. هواپیمای KLM میزبان این دو پاندا و سرپرست شخصیشون بود و در طول پرواز برای اونها بامبو سرو میکرد. 7. بخت 10,000 یورویی. در یک پرواز از مبدأ کراکو در لهستان به مقصد انگلستان یکی از مسافران یک بلیت بخت آزمایی به مبلغ 2 یورو میخره. اما وقتی سوار هواپیما میشه و بلیت رو باز میکنه متوجه ارزشش به مبلغ 10,000 یورو میشه. البته بعد ماجرا وقتیه که مهماندارا بهش میگن که این پول در داخل هواپیما به اون تعلق نمیگیره و مسافر عصبانی میشه و بلیت رو میخوره و جایزش رو از دست میده. این موضوع سر و صدای زیادی به وجود میاره و باعث میشه تا جامعه هواپیمایی بخشی از این پول رو به مسافر بده. 8. مسافر بین راهی. در سال 2011 در یک پرواز آمریکایی از هوستون به شیکاگو بعد از حدود 20 دقیقه از شروع پرواز یک مرد حدوداً 34 ساله ناگهان از جایش بلند میشه و به طرف درب خروج میره و سعی میکنه اون رو باز کنه. اون میخواست به بیرون بپره. تلاش اون بی نتیجه موند ولی خلبان برای تحویل وی مجبور شد در سنت لوئیس فرود بیاد. 9. مسافری با 12 لایه لباس. خواننده‌ای به نام جیمز مکالور در سال 2015 هنگامی که میخواست سوار هواپیما بشه متوجه شد که باید 45 پوند برای اضافه بارش پرداخت کنه. اما فکر بهتری کرد و لباسهای داخل چمدونش رو پوشید که 12 لایه شد و این کار باعث شد تا اون 45 پوند خودش رو پسنداز کنه. 10. توییت پرمخاطب. در آگوست سال 2015 در یک پرواز آمریکایی یک زن و شوهر شروع به دعوا کردند و یک مسافر دیگه تمام لحظات این دعوا رو توییت می‌کرد. این کار باعث شد تا هزاران نفر به شکل آنلاین